یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. زیر گنبد کبود شب نبود، صبح شده بود. سلام، صبح بخیر. صبح یعنی گل دادن، شکفتن، همراه نور و آفتاب تو آسمون دویدن. صبح یعنی ایستادن، دستور خوب باز کردن، به آسمون چسبیدن، نفس عمیق کشیدن. وقتی شبا تو آسمون دنبال ستارت میگردی، راه گم نکنی، زود برگرد. شاید صبح که از خواب پا شدی ستارت رو ببینی که افتاده کنار رخت خوابت. میدونی چی شده؟ صبح ساعتم زنگ نزد، من خواب موندم. خب با دوستام خواستم برم اردو دیگه. بچه همه جا رو گشتم، ساعتم گم شده، گم شده. از مامانم پرسیدم مامان ساعتم ندیدی؟ گفت نه ندیدم. گفتم همینجا بود، همینجا رو میزم بود. تو خوب خوب و قشنگ و با دقت همینجا رو بگرد. گفتم گشتم ولی نی. گفت دوباره بگرد. همچون که داشتم میگشتم یه دفعه صداشو شنیدم. میدونی صداش از کجا میومد؟ از خونه همسایه‌مون. چون دیدم یه وقتم جدیدم با خیلی راحت نشسته در بر موقع خورسه آواز میخونه. سرش دازم گفتم تو اینجایی؟ من که مردم. گفت مگه نمیبینی آقا خورسه مریض شده، من اومدم جاش بخونم. مگه عیبی داره؟ ساعتم که فوزون میشه. اصلا شما بگین میشه سر جای خورس بخونه؟ میشه نمیشه دیگه. خاطرهای سفرتون رو با عکس ثبت کنید. بیدار شو، آفتاب شد. نه نه، هر کتاب حرفایی برای گفتن داره، حرفایی داره که به ما میگه، حرفایی هم داره که نمیتونه به ما بگه. اونا رو ما خودمون باید پیدا کنیم. توی اتوبوس راه اردو، همون اتوبوسی که مثل سفینه فضانورداشو به سفر میبره، سرتو از پنجره بیرون نبر. وسط اتوبوس راه نرو، حواس راننده رو پرت نکن. سفینه شما باید به سلامت برسه. اگه چشمات منو چند تا میبینه شاید با هم شوخی داره، اما اگه شوخی نیست مراقب اونا باش. سبزی بخور، سالاد بخور، آب هویج هم میل کن. راه باد بیز، بذار دست باد صورتت رو نوازش کنی. شونه باد موهاتو شونه کنی. بذار باد شعر بچه های کوچه بالا رو برات بخونی. تو هم شعر تو براش بخون، تو برای همه بچه ها ببره.